سوال دیگه است. تا اینجا ما شما نشخواه را فهمیدیم افکار تکراری آزار دهنده، فهمیدیم که هر قدر که تکرار کرده بریم جاده ها زیادتر میشه و این سریعتر خوردتر یک قضیه چند ساعته و چند ساله را میتونی ده دو ثانیه در ذهنت مرور کنی و آزار داده بری خودت و میتونه ناکارآمد و کارآمد باشه. و سوال دیگه ایست خب چرا پیدا دوام پیدا میکنه؟ چرا نشخوار ذهنی پیش بعضی ها باقی میمانه؟ علتش چی است؟ گوش کنی یک چند تا دلیل پیدا کردن وقتی از کسایی که نشخوار ذهنی داشتن پرسان کردن چرا تو نشخوار میکنی؟ اینی جواب را دادن. اول، رفع احساس گناه. آدمی که نشخوار ذهنی میکرد چرا تو میکنی؟ میگفت که تزمی احساس گناه پیشم کم میشه. چطور کم میشه؟ یک قضیه شده مثلا یک گپی بوده یا ما ملامت بودیم یا دیگه ملامت بخواه گپ بد شده، میگه خود قناعت میتونم که بی تفاوت نیستم، حداقل در موردش خود فکر میکنم. متوجه هستین؟ میگه این چه خود از دست دیگه چیز نمی خودم موردش فکر کرده رستم بس کو. هیچ فایده نداره این گپ، هیچ این گپ فایده نداره، هیچ کدام امتیاز نیست. خب یک گپی شده تو موردش فکر میکنی، نکو. اگه اقدام میتونی برای یک چیز خوب خوب، اگه نه از دنیای ذهنی برای ما این گپ امرای کسایی که ماینه خانه میاین می دکتر صاحب هر جای گدایگر ببینم گریانم شروع میشه. ما برش میگم خواهر گلم برادر نازنینم، ما وقتی شاگرد مکتب بودم پیش خود شوا خیال میکردم وقت وطن چرا خراب است، اونو چرا نان نداره، اون چرا ظلم است، چرا ستم است، اشکای سر. اما به این نتیجه رسیدم این راه حل نیست. ما مریض شده را ایستم باید یک کاری صورت بگیره، یک کاری باید صورت بگیره که مثلا سیمینار باشد، درس باشه. تو هم خواهر گلم برادر نازنینم اگه یک ده افغانی هم رو کمک میتونی بکن، اگر نمیتونی دیگه جگرخونی راه حل نیست. او مشکل داره، تو هم بیایی تو افسرده شوی فایده نداره. اگر کاری به نمیتونی ادخل از ذهنتان دیگه بجای از او اقدام کنین، یک کاری بجای از این که صد بار به تاریکی لعنت بفرستی ایش فایده نمیکنه. یک تاگک شم روشن کن، اگر از این نیونا زده بتانی خود چی خوب، اگر افتاب گرم شوی خود چی خوب. یعنی بر تو میگم گریان نکن، از بین متخصص خوب شو، اقتصاددان خوب شو، قهرمان از این وطن شو، سخنرانی های خوب کو، دست مردم هم بگی که مردم سرت افتخار کنه. ای که مرگ فلانی، مرگ فلانی، هیچ کل عمر ما و شما مرگ امریکا، ایلیتیاج امریکا سیم فایده نمید. به نان یکی میگن ما رفع احساس گناه، دیگه چی میگن؟ میگه تو چرا ادامه میتی؟ میگه بالاخره کاری انجام میدهم و بالاخره رای حلی پیدا میشه. من فکر کردم بالاخره یک رای حل پیدا میشه، 20 سال هم تیر شده رای حل پیدا نشده. بنان بجای از این گپ بر از اینا جواب ما ایست که در بجای از این باید شما مهارت حل مسئله را یاد بگیرید. سر مهارت های زندگی به خیر ما و شما برنامه خود داشتیم، یونسکو باورش به ایست که در دیگه جهان همی گپ تطبیق میشه که در مکاتب ما باید مهارت های زندگی را یاد بدیم. مهارت همدلی چطور میشه؟ مهارت حل مسئله چطور میشه؟ در وطن ما نیست، دوره ماستری و دکترا است، ولی می هنوز یک قضیه خرد زندگی خود حل کرده نمیتونه. اینه باز سعی کنین، باز در دماغتان بد میخوره. همی هر گپ دو جنبه داره. خیر توی جنبه رو فکر کردی، یک دفعه جنبه دیگه شان فکر کنم. یک دفعه دوست عزیز ما برادر گران قدر ما نصرت الله صاحبی محفل داشت، ما در اونجا در مورد از این گپ بود، مکاتب بسته بودن مکاتب. گفتم خب مکتب که بسته است، به جای فنگ 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 گیریان بگین ویدیو درس بخونه. یک دادنش او ویدیوی تو فروخته شم، من ویدیو را نمفروشم، نفایده داره که تو بخری یا نخری، کدام تغییری هم نمیه. من میگم به جای گیریان مکتب در دست من است، من وزیر معرف هستم. به دل من باشید پشت هر خانه یک مکتب جور شد، پشت هر خانه یک مکتب، برای هر شاگرد یک استاد. دل من میشه برای هر شاگرد ماشام داده شود. گفت مرا کس میلیر به دانم بگوی میلیر پوست کنه میکنه کس. گفت من فقط ما مکاتب هسته که این قد داودش نام کده بوده نه تو مردم هسته. این یک خملت بسیار داوزبان هستیم، یکی از افتخارات ما و شما خرد و کلان داو بلد هست. اون هم اونجا داو زدن او ویدیوی تو فروخته شوه او دقم من زیاد کسا میه آلی دمای نخانه چی میگم شان دو سخنرانی های مونه میگم آلی گفته بیم داو این خواهر گلم هیچی دیگه هیچی نه مکتب چی بسته باشی گفت چی فرق میکنه کاش که از بچه هم بسته شو بمیره قبلش. من میگم میبینم از یک قدی دوردست یک دختر بی سواد میاد تو ورس، تو عین مشکلی که تو داری اوم داره عین رقم فکر میکنه. شاگرد صنف 11 میاد عین رقم، محصل صنف 3 فاکولته عین رقم، توی که دوره ماستری تا عین رقم، دیروز دکترایت اومده بود عین رقم. خیر بشرف ما تو سیستم لعنت که تو با او بی سواد هیچ فرق نکردی. خیر سیستم که واز باشه یا بسته باشه چه فرق میکنه عزیز دل من؟ یک
تو امیر یک کسی اگر نت دارین بپالین، از اقبال بزرگوار است میگه چنین مکتب که ما چون چی نسازد فسون است و فسانه. اما قیشم اگر نشته کنی شاید یادتان بیاگه این شعر کسی یاد داشته باشه، او در مورد امی سیستم درسی میگه که امی مکتبی که کتابش و معلمش یک جرات و یک انقلابی بودن و یک فکر و اینا را برت ایجاد نمیکنه، میگه او فسون است و فسانه و هیچ مکتب نیست. هیچ مکتب نیست، مکتب بچه خوب باز است، فاکولتا خوب باز است، عجب متخصص تولید کرده رایستیم، عجب چیزای خوب تولید کردن رسیم. خب من میبینم دستان میان شاگرد در مورد میچه کرکت شاگرد کانکور اینجا آمده به جای از اینکه گپ بزنه بچه می سوال تو جواب تو رو تو جواب تو سر کرکت و سر فوتبال و سر سریال و سر خالگکانیش و سر ازی مصروف است. این شد سیستم درسی؟ این واز باشه یا بسته باشه چی فرق میکنه عزیز دل من؟ دروازهایش واز است، عملا بسته است و امروزی بسته نیست. معموج گفتم سالهای سال میشه مکتب در افغانستان بسته است. خب ما مردم نمایشی هستیم، عقل ما در چشمه، ما سی مردم نمایش بتی خوش است. آیا این سیستم درسی است که جریان داره؟ آیا نظام درسی است که تطبیق میشه؟ آیا غیر از این که از هر صنف 50 نفری 3 نفر یک اول دوم سیم میشه چیزی فارغ میتیم؟ آیا این شاگرد فارغ نشده که نام خود نشته نمیتونه؟ ما برات قسم میخورم نام یک پنتون شخصی رو نمیگیرم، درس داشتم، شاگرد املا نداشت، محصل املا نداشت و مو پنتون مرا از هر کس کدام ماش زیاد میداد و 70,000 در اون ما ماش ما شده بود، ما یک پشت ماش خود بیخی نرفتم. به خاطری که تو شاگرد ما کامیاب کرده برم پلیسی اداره بود که کامیاب باید شوه و او خط خود نشته نمیدارست. بنابراین دوستای نازنینم، ما باید مهارت علی مسئله رو یاد بگیریم و این مهارت ها باید در مکتب درس داده شوه. ای تو بارها ما دیدیم یک کس خودش ماستری داره، ای خالی خواهی نیم مثلا صبح تو از سیمینار میری در یک رادیو ولی من روانشناس هستم برای تو زنگ میزنه، توی که هنوز در مکتب فارغ نشدی ماستر برای تو زنگ میزنه مشکل خود پرسان میکنه که مشکل من چطور میشه. نام از ایران ماندیم سیستم درسی. جگر مخونت کی واز است یا بسته؟ مکتب از اون روزایی که مکتبای خیالی داشتی، معلم خیالی داشتی، مکتب قصهش مفوت از دل ما. از اون روزی که دیوالش پان بود، از اون روزی که معلم علت میکنن، از اون روزی که بانداز بچکای مقبول از دستش میگیره از مکتب میبره آزار جنسی میرسونه، مکتب قصهش مفوت است. فقط تو مرا یاد گرفتی دو زده بری، ولی نامدی که من اشتی خود رای حل چی بیاین کمک کنیم بیاین چی کردن میتونیم. فقط خوب است یک کسی از دمی وطن که تو دلت سر شیخ کردن میتونیم. بعضی ها میگه چرا نشخوار ادامه میگی؟ من ایسی یک صفت مثبت بر خود، ولی همه آدم دلسوز استم، دلسوزی دارم. ایره من ایسی یک دلسوزی، یک غصه خور ایره کت خود چی میکنه؟ ادامه میده که دالی که کدام افتخار نیست. اقدام که نکنیم صد تا دلسوزی برای کس کنیم فایده نداره. متوجه شدین؟ مثل اینه باز دوستا خفه میشه ولی مثال است، مثال است. مثل دلسوزی هنرمندای ما اکثریتش در خارج است. کنسرت دارن مست خیزک زده رو ایستن کل ساعت شانتیر است، باز داخل میگه بیاین دیگه نالی بیا چی ها نگشتم خانه به خانه گشتم دلم برم. یک گریانک میکنیم، گریان کدیم ما بریم دیگه خانه، دلسوزی خود کدیم دیگه بریم خانه. هیچ فایده نمی، هیچ فایده نمیکنه. نشد که بگویم پیسه کنسرتم بره به سیستم درسی افغانستان. یک کار عملی که گریه نکن، بره مرقصایتم کو داخل مرقصایت بگی پیسه بره به یک درد افغانستان. من میگم نوش جان تو نرمندستی. یه دیگه تمثیل دلسوزی بی جای فایده نداره. متوجه شدیم قصه او گنجشکک که بارها کردیم ما و شما؟ درخت دال سوختن بود، گنجشکک میرفت میامد چند رفعه سوخته بود گریه میکرد چی میکنی گنجشکک؟ ولی او میبرم که خوش هی و او تو گفت من کار خودم میکنم. هست اشکای شما که دمی خوب است که دقل یک اقدام میگرم تو هم بجای اشک یک سطل او میبردی منداختی یک یک سطل ده سطل شاید مشکل حل میشه. متوجه گپ هستی؟ بنانی دلسوز هستم فایده نداره. و حتی در کار تعلیم تربیت میگم هر چی پدر مادر دلسوزتر اولادش خرابتر. دلسوزی به درد نمیخوره. آقا مهربان کار کن. بعضی دیگه چی دلیل میگه چرا ادامه میدی؟ میگه والا انگیزه خود حفظ میکنم، در ذهن میره که باز یک روزی از یادم نره که باز جزایش بتم فراموشم نشه و او خاطر تا که نوبت جزای از او میرسه خود از پای انداختی. بعضی هم میگه والا استرابم کم میشه، تشویشم کم میشه. که خود وقتی نشخوار میکنم میگم والا قد بی تفاوت نیستم، این یک دو سه ساعت در موردش فکر کدام، اگر دیگه چیز از دستم نامد در موردش یک فکر خو کدام.
دیگه چی میگه؟ دیگه 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 چی میگه؟ جوابم جالب است. این جوابم جالب است. بعض یارا میگه چرا نشخوار ذهنی میکنی؟ نه والا دکتر صاحب دیگه چی کنیم؟ هیچ کار نیست. چی کنیم؟ مثل کویجا این مثال زنده است. میگه مو بدر همه نبینین این مسابقات هم. دکتر صاحب دیگه چی کنیم؟ کار است بکنیم؟ ببینیم خدا بنان دوستای نازم بجای ازی که او فکر کنی همدلی رو یاد بگی، بخشندگی رو یاد بگی، کارهای خیریه رو یاد بگی، بله بسیار کارها هست که میتونی بکنی. میگه دیگه دی وطن چی مانده؟ او جمعه از یه من بعد از نمازهای جمعه پیش پدرمشان میرم مسابقه لایف کرکت چالان. میگه او بچه کرکت ها چطور بد میگی؟ با خدا آقا پدر جان بد گفت. پدر آقا میگه ما چه وقت بد گفتیم؟ نه من دیدم در فیسبوک بعد گفته بیدی اتصال دار. من پس خیستم دیگر رو سوکت من تاتان دروازه پایین میشید مسابقه لایف تا از دروازه هم باز باقی قصهش هم میکنم براتون که بسیار جالب بود. آخر که من خیستم میگه زورت دار. میگم پدر با خدا که من رو زور بتا. چرا زور بتا؟ آرو هم میگم بچیم دیگر کار نیست چی بکنیم؟ تو باز قصه شمرتان می کنم. گفت که دیگه برنامه ما در این مورد کم مفصل تر صحبت کنم، همیشه گپ کوتاهی باشه بعد تعبیر بکنه دوستا. تا اینجا یک کمکی فهمیدی موضوع را؟ چقدر نازنین است. این دوستان دارم به خدا، دوستان دارم. خیر دیگه نالی استاز یک راه خواه این نالی سوالیست. خیر چی کنیم؟ هرچند یک مقدار راه حل برد گفتم، مشخصا دانشمنده 6 تا گگ راه حل پیدا کرده. امیرم در پلی دیگه گپا راه حل از دیگه میام. خود یک قضیه را که بشناسیم، همین که دم خط اول که تو نشخوار شناختی فهمید یک چیز بعد از یک کمی متوجه شدی. بعضیا شاید تا بالی نمیفهمید نشخوار کرده رئیس، متوجه شدی دلش بد نمیشه.